شاید فلایت حسین جان ها فلایت حسین جان ها فلایت هنوز دسته رزمی از گردان شهادت تیپ ویژه هوابر عازم هستند تا عملیات محدودی را روی شهر سرسنگ در عمق خاک عراق انجام دهند. آنها برای رسیدن به این نقطه نزدیک به 500 کیلومتر پیاده روی کردند. 500 کیلومتر راهی را که از فراز قله های بلند پربرف و صخره های صعب العبور کوهستانی و رودخانه های پر آب می گذرد. عملیات محدود است و بنابراین به جز ادوات چی ها بیشتر از یک دسته رزمی در عملیات شرکت ندارند. آنها قرار است با 3 قبضه خمپاره، چند قبضه RPG، تیربار و قناصه از فراز ارتفاعی مشرف بر شهر ضربه محدودی را به مقرهای تیپ پیاده، پایگاه های جیش و شعبی و اشرتکده های بعثیون وارد سازند و بازگردند. سلام علیکم آقای. سلام باش. سلام. شما خوبه؟ کجا این رایده؟ والا عملیات انشالله. اینجا الان کجا هست؟ والا اینا استان موسیله. عمر خاک عراقه؟ 500 کیلومتر. ماشالله. سلام علیکم رایده. خسته نباشی. شروع با قاطع چیه؟ قبله. قبله چی؟ سروی. سلام. نه دیگه شما هست چی؟ پس بید آقا خدا حافظت خدا حافظت خدا حافظت سر ما فقط چپ و راست و ایشالله سه تا هدف داریم به امید خدا اگه بتونیم بریم پار سه تا هدف هم که مشرف به خود شهره که پایگاه هاست به امید خدا اونجا ها دیگه لطف خدا من کمک میکنم و یعنی کلن شما در عرض 3 دقیقه باید واسهشون تمام بشه 3 دقیقه 3 دقیقه که زدید دیگه چی میشه؟ به امید خدا سریع هیچ کس و هیچی هم از خودتون جا نذارید به هر وضعی هم که شده به امید خدا شهر سرسنگ از توابع استان موسیل و شهری کاملا نظامی و تفریحگاه مقامات بلند پایه حزب بعث عراق می باشد و جز آن حتی کاخی به نام ملک فیصل نیز در آن وجود دارد
تنها خدا می داند که در دل این خانه ها و زیر این سقف ها چه می گذرد. جاده های شهر شب ها مسدود است و روزها نیز تنها اتومبیل های نظامی اجازه رفت و آمد دارد. طبیعت بسیار زیبای این منطقه شهر سرسنگ را به ییلاق تابستانی و اشرتکده بعثیون و وابستگان به آنها تبدیل کرده است. به جز دو کاخ مجلل که یکی به نام ملک فیصل است، مقره تیپ پیاده، پایگاه های جیش و شعبی، یک هتل تفریحی با استخر و پلاژ ها و اشرتکدهی مجهز، خانه های سازمانی مخصوص نظامیان بلند پایه و سران سازمان امنیت عراق، چیزی در شهر وجود ندارد. آنها مطمئن به قدرت کاذب چند روزه خیش، ایمن از مکر خدا در لانه های فساد خزیدند که ناگهان رگبار خونپاره ها روی مقر تیب، کاخ ها و اشرتکده ها فرود می آید و در تعقیب آن پایگاه های جیش و شعبی با موشک های آر پی جی ویران می شود. عملیات بزرگ و وسیع نیست، اما ضربه ایست که می تواند آنها را نسبت به قدرت جهنمی خیش مشکوک سازد و آرامشی را که بر خون مظلومان بنا شده است سلب کند. دسته درد نکنه چیکار که بعد محمودی؟ لطف خدا خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، واقعا حضرت زهرا همیشه یار رسول. وقتی بچه ها در این عمق از خاک دشمن و بدون اتکا به وسایلی که آنان را از آن معرکه بیرون ببرد دست به عملیات می زنند، شکی نیست که قید حیات را زده اند و امیدشان جز به خدا و نظر عنایت اولیاء خدا نیست. کجای زدی؟ جان کجای زدی؟ هدف چی؟ شهرهاشونو زدی. خدا حفظت. سلامت باشی.
خوب زدی؟ الحمدلله. دشمن متجاوز ما خوب میدانست که بشر امروز در چه جهان بی عدالتی زندگی میکند و همین معنا بود که او را برای آغاز تجاوز و اشغال شهرهای جنوب و غرب کشور ما جرأت بخشید. عدالت در جهان امروز مفهومی از یاد رفته است و ارباب کفر آن را متناسب با منافع تجاوزگرانه خیش هر آنگونه که می‌خواستند معنا کردند. ما می‌بایستی که دشمن را در درون خاکش نیز تعقیب کنیم و معنای عدالت را به او بفهمانیم، اگرچه آن خاک نیز خاک او نیست، خاک ملت عراق است، ملت مظلومی که سال‌هاست جراحت کشنده رژیم بعث را در قلب خیش دارد. و اگر امروز نیز شرایط تازه مصلحت دیگری را پیش نیاورده بود، هنوز عدالت اسلام اجازه نمی‌داد که ما دشمن متجاوز را به حال خیش رها کنیم. اکنون نیز اگرچه دشمن هنوز آنچنان که باید سرکوب نشده است، اما استکبار جهانی در برابر قدرت اسلام خاضع شده و فطرت‌های بیدار راهی را که باید برای رسیدن به آزادی و استقلال طی کنند یافته. کار با موفقیت انجام شده است و بچه ها خود را از منطقه خطر حتمی دور کردند. شب را در خانه روستاییانی که خود سالهاست با رژیم ملحد بعث عراق درگیر هستند به سر بردند و اکنون بعد از صبحانه عازم مقر سی دره هستند. آتره ببخشید واسه زحمت شما. ببخشید شما. خیلی خیلی خوشحال شدم. صدام نابود بشه و ملت عزیز کردم انشالله. انشالله. بالا بشه نه دست این حضور. انشالله. پذیرایی روستاییان کرد ما را شرمنده ساخته است. آنها مشتاقانه و بدون هیچ توقعی رزماوران مسلمان را پناه می‌دهند و انقلاب اسلامی از طریق تسخیر قلب‌های پاک مرزهای خود را تا آنجا گسترده است که پیشوایان کفر و مستکبرین حتی در درون لانه‌های فساد خیش نیز ایمن نیستند. روستاییان کرد عموماً فقیر هستند، اما با این همه با اصرار و ابرام رزماوران جمهوری اسلامی را میهمان می‌کنند و آنان را بر سر سفره فقر خیش می‌نشانند و هر چه دارند با ما قسمت می‌کنند. سلام باشه، بفرمایید. اینجا چه منطقه‌ای هستش؟ اینجا منطقه شهر دهوکه. با ایران چه فاصله‌ای داره؟ با ایران خیلی فاصله داره. دیدید که بعد از عملیات اومدن دیشب؟ بله. اینجا منزل شما بودن؟ بله، منزل ما بودن. خیلی ممنون از پذیرایی. خیلی خوش اومدین. سلامت باشید. شما چه احساسی دارید که این برادران اینجا هستن؟ همگام با شما علیه صدام می‌جنگن. خب ما افتخار می‌کنیم که شما اومدین اینجا جنگ با صدام می‌کنیم. جنگ با صدام می‌کنن. از اینجا خیلی افتخار می‌کنن. خیلی ممنون. شما چه مدتی اینجا هستین؟ خیلی وقتی. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ شما فارسی خوب بلد هستین؟ از کجا یادی هستین؟ از ایران. ایران. چه مدت ایران بودین شما؟ یه سال و پنج ماه. این برادران هم ایران بودن؟ بله. درش که خب وقتی یه خونپاره میوزه همشون میان بیرون دیگه. سلامت. چهار پنج نفر بودن از دم در میومدن. راه بسیار طولانی بازگشت آغاز شده است. مناطق عبور غالباً از سیطره جهنمی رژیم کافر عراق خارج شده، اما خطر هنوز وجود دارد. گاهی هست که بچه ها ناچار می شوند حتی از کنار پایگاه ها و کمینگاه های دشمن نیز
عبور کنند. تقوا به انسان شجاعتی می بخشد که از هیچ طریق دیگر به دست نمی آید. پر کنید فقط، پر کنید فقط، برش کن بیا. جای این پرسش وجود دارد که چیست آنچه ما را به راهی این چنین دشوار کشانده است. صدها کیلومتر پیاده روی در راهی که در هر قدمش دشواری و بلا و خطری در کمین است. آنان برخلاف ارتش‌های دیگر جهان با پای اختیار قدم در این طریق نهادند، چرا که برکات خفیه جنگ را می‌شناسند. در رأس برکات خفیه جنگ باید از تعالی و تکاملی نام برد که رزماوران ما در سایه مقابل با دشواری ها و آمادگی برای شهادت بدان دست میابند. گذشته از آن که شهادت در راه خدا مقامی است که خداوند جز به برگزیدگان خیش عطا نمی کند. معنای تعالی و تکامل در این روزگار وجهی کاملا مادی و دنیایی یافته است، چرا که این عصر عصر غلبه ظاهر و سیطره کمیت است. اما ما را با ظاهر گرایان کاری نیست. ما تکامل ارواح خیش را آنچنان که اسلام آموخته است در قبول دشواری های راه خدا می دانیم و اکنون نیز که شاید ظاهرن این جنگ خاتمه یافته است، خود را در لبه پرتگاه عافیت طلبی و حب دنیا می بینیم و از دل سپردن به فراغت پرهیز می کنیم. اگرچه تردیدی نیست که اگر ما دست از اهداف متعالی خیش بر نداریم، شیاطین نیز ما را به حال خیش رها نخواهند کرد. واقعا مردم خیلی مهمان دوست و خوالی دارد. سلام علیکم. سلام علیکم. بر شما خوبه؟ بر شما. بر شما سلام. بر شما خوبه هستم. الحمدلله خوبی. شما چطوری؟ خوبی؟ سلامت باشید. شما کجا اومدین؟ ما از عملیات برگشتیم دیگه. دیشب اومدیم. کجا عملیات؟ عملیات یه شهر سرسنگ بوده، شهر عراق. بله. اونجا رو زدن. بعد چه مدتی شما تو این منطقه اعزام شدید؟ تقریباً یکی دو ماهی میشه که هستیم این برا. قبلا هم جبهه اومدیم؟ بله. بعد از اقوامتین هم جبهه هستن؟ بله هستن، شهیدم شدن، مجروحم شدن. خدا رحمتشون کنه. بعد خودتون چه کار هستین؟ ما بالاخره محصل بودیم، دیپلمه و فعلاً برای دانشجو شدن یا جاهای دیگه بالاخره خدمتگزاری حاضریم. بعد اون موقع شما به صورت بسیجی اومدین؟ بله بسیجی. بسیج صحبتی نداریم برای بسیجی ها یا؟ صحبت که بالاخره همون که هر کی وظیفه خودش رو بشناسه در این موقعیت زمانی و مکانی تا اونجا که میتونه برای این انقلاب خدمت کنه دیگه. شما که راه زیادی اومدید و برای عملیات دارد برگشتن اومدید به صدا منزل کردها و روستا و اینا، چجوری ازتون استقبال کردن؟ اونطوری که بچه ها واقعا اصلا میخواستن که اینها فقط یه خدمت کوچیکی بکنن، اینها رو یک مکانی بهشون بدن، ولی دیدن که واقعا اونی که توقع داشتن بالاتر از اون باشون رفتار شد و توانستن که اونجا بمونن. چه پذیرایی و چه برخوردی که واقعا نمونه شو تا به حال توی شهرهای خودشون هم شاید نسبت به هموطنهای خودشون نداشته باشن، این پذیرایی نسبتشون شد. سلام علیکم. سلام علیکم. شما تو عملیات بودین؟ بله، اگه خدا قبول کنه انشاءالله. ما یه سهم کوچیکی تو عملیات بودیم. کارتون تو عملیات چی بود؟ ما تکتیر انداز بودیم، قناص داشت. و همین شهر سرسنگ دیگه؟ بله بله. و شما کجا اعزام شدین؟ من از باختران اومدم. باختران هستی؟ بله بله. کردی هم خوب بودنی؟ تقریبا آره کردی، خودمون رو راحت صحبت میدیم. شما از عملیات اومدین دیشب تو همین روستا بودید دیگه؟ بله. و کردها چجوری برخوردشون بوده؟ واقعا برخوردی که کردها دارن با ما، یعنی اصلا اینجا احساس میکنیم که دور از کشور اومدیم، یعنی 400-500 کیلومتر تو خاک عراق. واقعا برخوردی که دارن انسان شاید مثل خونه خود آدم باشه و شاید هم میشه گفت بهتر از خونه آدم. اینا سپاه رو
اونجور که ما فهمیدیم سپاه رو فقط مخصوص ایران نمیدونن. یعنی اگر از یه حالتی صحبت کنی که بگی مثلا سپاه پاسداران بچه ایرانی ها، شاید بهشون بر بخوره. خودشون قبول دارن، میگن سپاه پاسداران چیزیه که تو دنیا، یعنی مال تمام مسلمین دنیاست. یا همینجور امام یه جا صحبت میکردیم با برادرم، می‌بینیم که مثلا خدا واقعا لطف کرد و یه عنایتی کرد و امامو واسه ایران فرستاد، بهشون بر میخواد. یکیشون برگشت با یه حالت تقریبا ناراحتی گفت امام تنها مال شما نیست، امام مال تمام مسلمین دنیاست و مال ما هم هست. واقعا انسان این مسئله رو که می‌بینه اصلا دوست نداره که به قول معروف اصلا برگره به کشورش، همینجا بمونه، چون اینجا هیچ فرقی با کشور ما نداره. لطفی که این مردم در حق بچه‌ها دارن، یعنی هر جا که میریم به قول خودشون میگن پاسدار زور باشه، یعنی پاسدار خیلی خوب، همیشه همه جا که رفتیم یه حالتی همه‌شون که نگاه بچه‌ها می‌کنن به یه حالت به قول معروف احترام و تحسین. هر جا که میریم بچه‌ها رو سری میان و شاید سر بچه ها دعوا میشه که این میگه بیا خونه من، اون میگه نخه این که بیا خونه من. همین مثال واقعا انسان نمیدونه این موقعیت ها چطور این لطفایی که خدا واقعا داره به ما، این محبتی رو که بچه ها تو دل این مردم گذاشت واقعا میده شکرش چجور به جا بیاره. و شما چه مدت این منطقه هستیم؟ ما الان حدودا دو ماه میشه که اومدیم داخل. بچه ها منطقه دیگه هم بودین و تو جنگ شرکت داشتین قبلا؟ آره قبلا دو سه بار دوباره داخل اومده بودیم. منطقه سلیمانی یه بار رفته بودیم با همین بچه ها بودیم. یه بار دیگه هم اومدیم منطقه دهوک عراق، استان اربیل. استان اربیل عراق هم یه مدت اونجا بود. و شما که تو عمر خاک عراق میان، خانوادتون نظرشون چیه نسبت به اینکه؟ والا به اون صورت که ما تو خانواده مطرح نمی‌کنیم. مثلا که کجا میریم مثلا اینا. ولی خب اینو میدونم که اگرم بدونم واقعا خیلی افتخار میکنه. واقعا هم واسه خود من یکی خیلی واسه افتخاره. همیشه هر جا که میره اگر از صحبتی چیزی پیش بیاد میبینم که واقعا اخلاصایی رو از بچه تو منطقه میبینم، یعنی کارهایی رو بچه تو اینجا میکنن، مشکلاتی که مخصوصا تو راه دارن انسان میبینه خیلی رویه میگه. مثلا یه چیزایی که شاید در حد تصور نباشه، یه نیرو پا میشه 400-500 کیلومتر رو فردا ما این راه رو حدوداً 8 روز اومدیم. چیزی که اکثر بچه‌هایی که تو قرارگاه بودن، برادرای بسیجی که با تعجب از اونجا بود، برادرها اکثرا بسیجی بودن و اول بارشون بود میومدن، اصلا همه تعجب کرده بودن. لطفی که خداوند داره اینجا به ما و همیشه بچه‌ها کلمه یا زهرا رو زبانشونه می‌بینیم. اینجا واقعا معنای اصلی اسلام، معنای اون ایمان و ایثار و اخلاصی رو که تو بچه‌ها می‌بینی تو مسیر راه که میان، اصلا انسان حقیقت نمیدونه چطور صحبت کنه. چیزی نیست که بخوای پشت تلویزیون یا صحبت کنی، باید حتما کسی باشه اونجا ببینه. روزهای آغازین فصل زمستان است و راه ما نیز یکسره از ارتفاعات می گذرد. بچه ها همیشه خیس هستند و ساعاتی هم که آفتاب روی دلارای خیش را از پس ابرها ظاهر می سازد و ما را با نگاه گرم خیش نوازش می کند، آن همه نیز که بتواند لباسهای خیس ما را خوش کند. هرچه به ایران نزدیکتر می شویم راه دشوارتر و دشوارتر می گردد. در راه پیش از رسیدن به رودخانه شین با دو دسته دیگر از رزماوران گردان شهادت تیپ ویژه هوابرد به هم پیوستیم. عبور از رودخانه شین یا زاب کبیر خود به تنهایی یک روز کامل وقت ما را گرفت. جز کلک های بومی وسیله‌ای برای عبور از رودخانه وجود نداشت. شدت جریان آب آن همه بود که هدایت کلک ها با پارو ممکن بود خطرات بسیاری را
به دنبال داشته باشد. کردهای بومی خود روش بسیار جالبی برای عبور از رودخانه داشتند که تماشایی است. حاجالی نیست که طرف منم دستمون تناب میگیرم میرم فکر کنم اینجوری که بس باشه بنده بعد اون میره اون بر خودش پاره میزنه بعد کمکشم میکنه دیگه از دم اصلا یه پاره میزنه الان میشه دو تا طرف یه پاره میزنه اون بر بعد دوباره طرف میکشدش خوش میکشه یه طرف از این دست میکشه یه طرف از این دست یه دینار بار نمیارم قاطر قاطر برده بیا خودو ببین قاطر یه دینار
قاطرها را نیز وامی داشتن که به رودخانه بزنند. آب در پهناورترین قسمت‌های رودخانه آن همه عمق داشت که تنها سر قاطرها از آب بیرون می‌ماند. گاهی ضرورت داشت که با ایجاد هیاهو و شلیک تیر قاطرها را در مقابله با جریان قوی رودخانه یاری کنند. گذشتن از ارتفاعات پربرف هوار یکی از بزرگترین خطراتی بود که در سر راه ما قرار داشت. فیلمبرداری نیز در آن شرایط سخت به توان و فراغتی نیاز داشت که معمولاً فراهم نمی‌شد. راه آن همه دشوار بود که یکی از قاطرها به عمق پربرف دره سقوط کرد و سایر قاطرها نیز از ادامه راه باز ماندند. اگر امکان داشت که دشواری های عبور از ارتفاعات هوار را تصویر کنیم، مسلماً جلوه عمل دلاورانه این رزماوران بیشتر می شد. اما ما ناچار بودیم که همه توان خیش را برای نجات جان خود به کار بندیم و این چنین دیگر جایی برای فیلم برداری باقی نمی ماند. بنابراین بسیاری از دشوارترین مراحل مسیر امکان تصویر شدن نیافته است. ماشین کرایه ای اونجا هست اگه ماشین تیپ بره بذار امری بدوا کنه پیاده باشیم بریم این نخره یا کشه رو نخور نخور بله داره من فکر کار خودم هم قربان لسه آجی سلام علیکم سلام عزبا جان شما خوبه قربان شما خسنا از کجا میانیم بله جان من از گیله دشت خدا حفظ میکنه من از سرسنگ بودین ها بله سرسنگ بود چند روزه از اونجا داریم میانیم الان شاید 12 روزه 12 روزه این راه بله تو راه هستیم بله خدا حفظ میکنه چقدر دیگه مونده برسیم شما به اینجا نمیدونم والا چند روز دیگه مشخص نیست
شما منتظر ماشین هستین دیگه نه؟ جاده نه. نه، باید راه بریم. حالا ادامه داره. بله. بعد از 10-12 روز راه پیمایی بالاخره در یک توقف کوتاه فرصتی برای ما پیش آمده است تا با بعضی از برادران صحبت کنیم. سفره های قناعتشان همه آن چیزی نیست که باید اسفه ما قرار گیرد. سفره دلشان را که باز می کنند تو را به تماشاگه راز می کشانند. اما مصاحبه کردن با آنان از آن همه راهی که پشت سر نهادیم دشوارتر است. مردان حق اهل شهرت نیستند و از دوربین می گریزند و اگر هم بپذیرند دشوار سفره دل خود را در برابر چشمان نامحرم دوربین می گشایند. سینه آنان تماشاگه رازهای نهفته خداست و اگر سخن بگویند نه از رود خانه زاب کبیر می نالند، نه از ارتفاعات پربهمن هوار، نه از خستگی صدها کیلومتر راه پیمایی، نه از زندگی مداوم در هجرت، نه از برف و نه از باران. اما دنیا گرایی اهل دنیا باریست گران که کمرشان را خم می کند و پشتشان را می شکند. سلام علیکم. شما خوبه؟ بچه ها کجا میان؟ بچه ها از منطقه عملیاتی میان، عملیات کردن و انشالله یه راه طولانی رو پیمودن تا امروز یه برف و بارون شدیدی که بود الحمدلله امروز اینجا رسید. چند روز الان راه میان؟ امروز بودن 11 روزه، در روز 11 روزه. بعد رویشونه چطوره؟ خیلی عالی الحمدلله. با این وضعیت منطقه و بارندگی که خود شما شاهد بودید تو اتفاقاتی که واقعا الان اصلا هیچ کسی فکر نمی کنه که نیروی پیاده بتونه عبور کنه، الحمدلله بچه ها روحی خوبی با این کمبود وسایل تدارکاتی و غذایی الحمدلله سالم و سلامت و اینجا رسیدن. چطور بچه ها میتونن این همه راه رو به اصطلاح بکوبن و برن دشمن رو بزنن برگردن؟ اینا البته این مسیری که بچه ها پیمودن هیچ چیز غیر از خداوند نمیتونه یعنی چیز دیگه باشه، چون مسیری که بچه ها پیمودن در حدود 400 الی 500 کیلومتر زمینیه، اونم در ارتفاعاتی که واقعا خیلی مشکله. ولی نگاه به چهره بچه ها که میکنی فقط میشه علاقه ای که به انقلاب و به امام و به مکتب و به قرآن دارن باعث شده که این راه رو برن و عملیاتشون انشاءالله انجام بدن و با تمام کمبودام بسازن و الحمدلله سالم هم برگردن. شما صحبتی دارین برای خانواده‌هاشون یا برای خودشون؟ ما صحبت که نمیدونیم واسه خانواده، فقط یه انتظاری داریم که انشاءالله اونا در پشت جبهه که هستن خواسته خود همین بچه ها رو که اونا هم فکر کنم خواسته خود بچه ها رو اینجا من سرم خودم بیان یه ذریع بیبندوالی که تو شهرها هست اینو انشاءالله بشکن کنن، مبارزه کنن با بیبندوالی. این حرف تمام رزمنده ها هست که هم انشاءالله ما مقامات دولتی میگیم هم که به خانواده های که انشاءالله بچه ها اینجا اصله به دست میگیرن تو برف تو بارون در روز پونده روز راه میرن دچار ناراحتی و اشکالی نمیشن، اما زمانی که به شهر برمیگردن این سری مسائل که روی روحی بچه ها اثر میذاره این باعث ناراحتی میشه و همین توقع رو داریم که پیشی فساد و بیبندوباری که در شهرها و کوچه ها هست انشالله این هم در
دست و دست هم بدن مردم رو ریشه‌کن کنن. خیلی ممنون. اما دنیا گرایی اهل دنیا باریست گران که کمرشان را خم می کند و پشتشان را می شکند. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این راه به پایان می رسد اما راه حق آنگاه پایان خواهد گرفت که جهان از سیطره ظلم و شر و فساد رهایی یافته باشد و اهل نماز بر جهان حاکم شود.